سلام وقتتون بخیر فرامرزی هستم مدرس زبان در خدمتتون هستم با تدریس کل کتاب زبان انگلیسی پایه دوازدهم این کتاب مخصوص همه دانش آموزان رشته ریاضی تجربی و انسانی هست شما میتونید به قسمت لیست پخش برید و تدریس همه قسمت های این کتاب رو تماشا کنید خب بریم به بررسی درس امروز بپردازیم فقط قبل از شروع این دست. اگر از این ویدیو خوشتون اومد و براتون مفید بود ممنون میشم که کانال رو سابسکرایب کنید و ویدیو رو هم لایک کنید سوالات و نظرات خودتون هم در قسمت کامنت بنویسید امروز هم به بررسی بانک لغت صفحه 19 بپردازیم مکالمه رو صفحه،, مکالمه صفحه 19 و 20 رو در فیلم بعدی میتونید مشاهده کنید این جلسه فقط میخوایم لغت های ورد بانک بانک لغات رو بررسی کنیم در قسمت سمت چپ یه قسمتی داره با عنوان ورد بانک بانک لغات خب این لغت ها رو شما باید تلفظشون رو بلد باشید معنی فارسیش رو بلد باشید و حتی اینکه بتونید چجوری اونا رو در جمله استفاده کنید خب بریم سراغ لغت اول take temperature take temperature یعنی گرفتن دمای بدن یا درجه حرارت بدن رو اندازه گرفتن خود کلمه يه. temperature یعنی دما خب take temperature یعنی گرفتن دما مثلا میخوا بگی که پرستار دمای بدنم رو گرفت یا درجه حرارت بدنم رو اندازه گیری کرد the nurse took my temperature خب این از کلمه اول خب حالا این سوال بعدی فیزیشن فیزیشن یعنی پزشک خب مثلا یه مثال بگیم براش many students try hard to become physicians in the future دانش آموزان زیادی سخت تلاش میکنن to become physicians که پزشک بشن in the future در آینده خب فقط یه نکته بهتون میگم این لغت ها رو در دفترتون یادداشت کنید معنی فارسشون رو بنویسید بعد اون مثال هایی رو هم که میگم اون مثال ها رو هم حتما زیر هر لغت بنویسید اگه تونستید که لغت رو تو دفترچه یادداشت بنویسید دفترچه های کوچیک بعد روی یک صفحه لغت رو بنویسید معنی فارسیش حالا مثال هایی که مربوط هستن به اون لغت رو در پشت اون صفحه بنویسید خب کلمه بعدی که خیلی مهمه کلمه ریگارد ریگارد یعنی در نظر گرفتن به حساب آوردن به شمار آوردن مثلا فرض رو میخوام بگیم که مردم او رو به عنوان یک قهرمان ملی در نظر میگیرن به حساب میارن به شمار میارن میگیم که people regard him as a national hero مردم او رو به عنوان یک قهرمان ملی در نظر میگیرن خب این کلمه ریگارد گفتم فعله اگه اسم باشه معنیش یعنی احترام مثلا میخواد بگی که من احترام زیادی برای معلمم قائل هستم I have great regard for my teacher یعنی من احترام زیادی برای معلمم قائل هستم خب این این regard to یا with regard to something یعنی در ارتباط با در رابطه با خب این disregard هم یعنی در این رابطه خب حالا بریم سراغ کلمه بعدی dedicated خب این کلمه یعنی متعهد خب تعریف انگلیسی این کلمه رو دقت کنید someone who is dedicated works very hard at what they do because they care a lot about it شخصی که dedicated هست این رو داره خیلی سخت در اون چیزی که انجام میده کار میکنه به خاطر اینکه به اون چیز خیلی اهمیت میده در واقع اینطوری میتونیم بگیم شخصی که خیلی به کارش اهمیت میده خیلی به اون کاری که انجام میده اهمیت میده و خیلی سخت کوش میکنه در اون کاری که انجام میده این میشه مفهوم dedicated مثلا میگم که our math teacher is very dedicated معلم ریاضی ما خیلی متعهد هست یعنی خیلی به کارش اهمیت میده و در کارش سخت کوشی میکنه خب این کلمه صفته حالا کلمات هم رو هم بررسی کنیم خب dedicated که صفته فعلش میشه dedicate خب کلمه dedicate ترجمه فارسیش میشه وقف کردن اختصاص دادن مثلا میگیم که او خودش رو وقف خیلیه کرد یا مثال دیگه He has dedicated his life to scientific research او زندگیش را به تحقیقات علمی اختصاص داده است یا او زندگیش رو وقف تحقیقات علمی کرده است این کلمه فعل بود delicate. اسمش هم میشه dedication یعنی تعهد مثلا میگن که I admire her dedication یعنی من تعهدش رو تحسین میکنم خب کلمه بعدی spare no pains spare no pains یعنی از هیچ تلاشی کوتاهی نکردن یا مثلا از هیچ چیز مزایقه نکردن از هیچ تلاشی مزایقه نکردن مثلا میگم که he spared no pains to help the poor او از هیچ تلاشی برای کمک کردن به فقرا مزایقه نکرد کلمه بعدی که صفتم هست distinguished distinguished یعنی برجسته مثلا میگم که he was a distinguished poet یک شاعر برجسته بود خب این کلمه دستینگوشت صفت فعلش میشه دیستینگویش دیستینگویش یعنی تمایز قائل شدن تمایز دادن not surprisingly not surprisingly این یعنی جای تعجب نیست جای تعجب نداره و اما کلمه بعدی found یعنی تاسیس کردن found خب این found یعنی تأسیس کردن شکل دوم فعله شکل دومش میشه founded یه فعل با قاعده هست شکل سومش هم میشه founded خب مثلا میخوای بگی که او یک مدرسه تاسیس کرد he founded a school یا مثلا میخوای که اونها یک سازمان خیریه تاسیس کردند. they founded a charity organization خب حالا فقط یه نکته اینجا فراموش نکنید یه کلمه هم داریم ما find find یعنی پیدا کردن خب گذشته find میشه found یعنی پیدا کرد شکل سومش هم میشه فاوند حالا خود شکل دوم و شکل سوم فایند که اینجا مشاهده میکنید خودش یک کلمه دیگری هم هست که به معنای چی تاسیس کردنه یعنی کلمه فاوند هم شکل گذشته فعل فایند هم یه معنی دیگه داره که معنی تاسیس کردن میده و وقتی که معنی تاسیس کردن بده یه فعل باقاعده هست که شکل دوم و سومش میشه فاوندد خب این از لغت های این صفحه مکالمه رو در ویدیو بعدی حتما مشاهده کنید خب به پایان این ویدیو آموزشی رسیدیم امیدوارم که براتون مفید بوده باشه با آرزوی موفقیت برای همه شما یادگیرندگان عزیز